یک شب از انگلیسی پرسید چرا توی این کتاب ها اینقدر سخت حرف میزنن؟ و دریافت که انگلیسی دلگیر و برای کتابهایش دلتنگ است. گفت چون تنها کسانی که رسالت فهمیدن دارن میفهمن. فکرشو بکن که همه دنیا شروع کنن به تبدیل سرب به طلا. خیلی زود طلا ارزشش رو از دست میده. فقط پایداران، فقط اونهایی که خیلی تحقیق میکنن به اکسیر اعظم میرسن. برای همینه که من وسط این صحرام. برای ملاقات با یک کیمیاگر واقعی تا در کشف این رموز کمکم کنه. جوان پرسید این کتابا کی نوشته شده؟ قرنها پیش. جوان پافشاری کرد. اون موقع صنعت چاپ نبود. امکان نداشت که همه مردم با کیمیاگری آشنا بشن. چرا این زبون غریب و پر از طرح و سمبل؟ انگلیسی پاسخی نداد. گفت روزها به کاروان توجه کرده و هیچ چیز جدیدی کشف نکرده. تنها چیزی که متوجه شده بود این بود که صحبت درباره جنگ روز به روز افزایش می‌یابد. یک روز قشنگ جوان کتاب ها را به انگلیسی بازگرداند مرد متوقعانه پرسید خب چیزهای زیادی یاد گرفتی؟ نیازمند هم صحبتی بود تا بتواند حراس از جنگ را فراموش کند جوان گفت یاد گرفتم که جهان روحی داره و کسی که این روح رو درک کنه زبون همه موجوداتو میفهمه. یاد گرفتم که کیمیاگرای زیادی افسانه شخصی خودشون رو زندگی کردن. آخرش هم روح جهان و حجر کریمه و اکسیر جوانی رو کشف کردن. اما از همه مهمتر یاد گرفتم که این چیزا اونقدر ساده است که میشه کلش رو روی یه زمرد نوشت. انگلیسی نومید شده بود. سالها مطالعه، نمادهای جادویی، واژه‌های دشوار، ابزارهای آزمایشگاهی هیچ کدام تأثیری بر این جوان نگذاشته بود. فکر کرد روحش باید بدوی تر از اون باشه که اینو درک کنه. کتابهایش را پس گرفت و در کیسه های آویخته به شطورش گذاشت. گفت دوباره برین سراغ همون کاروانتون. منم از اون چیزی یاد نگرفت. جوان به تماشای سکوت صحرا و قبار برخواسته از سم ستوران بازگشت. نزد خود تکرار کرد هر کسی روش خودش رو برای یاد گرفتن داره. روش اون با روش من یکی نیست و روش من با روش اون. اما هر دو تامون دنبال افسانه شخصی خودمونیم و برای همین بهش احترام میذاره. از آن به بعد کاروان شب و روز حرکت میکرد پیک های چهره پوشیده هر لحظه ظاهر میشدند و ساروان که با جوان دوست شده بود توضیح داد که جنگ میان قبایل آغاز شده است اگر به واهه می رسیدند بخت یارشان بود جانوران خسته بودند و مسافران مدام ساکتتر می شدند. سکوت در شب خوفناکتر می شد. و صدای جیغ یک شطور که پیش از آن چیزی فراتر از جیغ یک شطور نبود اینک همه را می و می توانست نشانه حمله باشد اما ساربان چندان از تهدید جنگ ترسان نمی نمود. یک شب بدون آتش و بدون ماه در حال خوردن یک ظرف خورما به جوان گفت زنده وقتی دارم می خورم به چیزی جز خوردن فکر نمی کنم اگه در حال حرکت باشم فقط راه میرم اگه مجبور بشم بجنگم اون روزم مثل هر روز دیگه ای برای مردن خوبه چون من نه توی گذشته زندگی میکنم نه توی آینده فقط الانو دارم و الانه که برام جالبه اگه بتونی همیشه در اکنون بمونی آدم شادی میشی اون وقت میفهمی که تو صحرا زندگی هست آسمون ستاره داره و جنگجوهان برای این میجنگن که جنگم جز وجود آدمه زندگی جشنه یا جشن بزرگ چون همیشه توی همون لحظه که توش زندگی میکنیم فقط همون لحظه دو شب بعد هنگامی که جوان برای خواب آماده میشد به ستاره ای نگریست که شب هنگام آن را دنبال می کردند. متوجه شد که افق کمی پایین تر آمده است چون صدها ستاره بر فراز و افق صحرا دیده می شد. ساربان گفت واه همونجاست پس چرا همین حالا فوری نمیریم اونجا چون باید بخوابیم la 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 no. la